سرخط خبرها. وزیر دفاع روسیه: مواد مخدر و داعش در افغانستان منطقه را تهدید می کند. طالبان: در مذاکرات با خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. ایالات متحده قصد ندارد پولهای بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند. وزیر دفاع پیشین امریکا: ترامپ و بایدن هر دو مقصر خروج از افغانستان هستند. ایجاد نیروهای ویژه لشکر منصوری در بلخ. و جبهه ضد طالبان به رهبری رهبران جهادی در ترکیه علیه طالبان تشکیل شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. وزیر دفاع روسیه: مواد مخدر و داعش در افغانستان منطقه را تهدید می کند. وزیر دفاع روسیه می گوید که مواد مخدر و داعش در افغانستان برای کشورهای منطقه تهدید بالقوه است. با گزارش اسپوتنیک، او این مطلب را روز سه‌شنبه در جریان دیدار با محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیان کرده است. او گفته است بحث ما در افغانستان و تهدیدهایی است که امروز از این منطقه می آید، یعنی قاچاق مواد مخدر و حضور داعش در خاک کشورهای همسایه. او افزوده که روسیه آماده است تا ماهیت پویا و چندوجهی همکاری های نظامی با ایران را حفظ کند. او تاکید کرده که در محدوده سوریه، ایران و روسیه به طور فعال با تروریسم بین‌المللی مقابله کردند. مقامات روسی میگویند عناصر گروه های تروریستی جمله داعش از سوریه و عراق در حال انتقال به شمال افغانستان هستند و از این طریق سعی میکنند خودشان را به کشورهای آسیای مرکزی برسانند. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، روسیه و متحدانش تحرکات نظامی خود در مرزهای شمالی افغانستان را بیشتر کردند. در حال حاضر رسمایش پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان جریان دارد. طالبان: در مذاکرات با خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. وزارت خارجه طالبان در واکنش به کنارگیری ظلمه خلیزاد از سمت نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که در مذاکرات با هر دو دولت ایالات متحده تحت رهبری خلیزاد پیشرفت خوبی داشته ایم. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه گروه طالبان، سه‌شنبه 27 میزان در تویت نگاشته که امید است روابط با فرستاده جدید توماس به خوبی به پیش برود و با ایجای کامل توافقنامه دو هر روابط دو دولت به حالت عادی بازگردد. پس از آنکه ظلمه خلیزاد اعلام کرد که از مقامش استعفا کرده، آنتونی وزیر امور خارجه امریکا گفت که توماس به جای ظلمه خلیزاد به حیث نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده است. توماس پیش از این معاون خلیزاد بود. خلیزاد یک سیاستمدار افغان‌تبار امریکایی است که سالهاست درگیر مسائل افغانستان بوده و در سالهای اخیر به عنوان نماینده ویژه کشور در امور صلح افغانستان هدایت گفتگو با طالبان را بر عهده داشت. ایالات متحده قصد ندارد پولهای بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند. معاون وزیر مالی امریکا گفت ایالات متحده قصد ندارد پولهای بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند. با گزارش اسپوتنیک، معاون وزیر مالی امریکا گفت که طرف امریکایی قرار نیست پول بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند. وای در نشست مجلس صنایع امریکا گفت: ما به این باوریم که حفظ تحریم‌ها علیه طالبان مهم است، اما در عین حال راههایی را پیدا می‌کنیم که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه قانونی به مردم افغانستان برسد. این همون کار است که ما انجام می‌دهیم. بیشتر جان ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود که ایالات متحده قصد ندارد به نمایندگان طالبان دسترسی به این گونه خدمات را ارائه دهد. وزیر دفاع پیشین امریکا: ترامپ و بایدن هر دو مقصر خروج از افغانستان هستند. رابط در گفتگو اعلام کرد از مشاهده خروج بی‌نظم نیروهای آمریکایی از افغانستان که در ماه آگوست سال 2021 رخ داد ناامید شده است. او ترامپ و بایدن را مقصر این وضعیت خوانده است. رابط، وزیر دفاع پیشین آمریکا، به سی بی سی نیوز گفته است: واقعا لحظات دشوار و سختی بود. برای چند روز من واقعا احساس خوبی نداشتم.
و علتش هم آن اتفاقات بود که در کابل رخ میداد. من واقعا بابت آن وضعیت خروج از افغانستان بسیار ناراحت بودم. وی ادامه داد خروج بی‌نظم امریکایی ها از افغانستان علت اصلی ناراحتی من بود. وزیر دفاع پیشینه امریکا در پاسخ به اینکه چه کسانی را مقصر این وضعیت پیش آمده در افغانستان پس از خروج میداند گفت هم تقصیر ترامپ و هم تقصیر جو بایدن رؤسای جمهوری سابق و کنونی امریکا است. وی افزود به طور مهم ارتش خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را خطرناکترین بخش از عملیات میداند. آنها زمان زیاد برای این طرح داشتند که از زمان توافق ترامپ با طالبان آغاز می شود، یعنی پس از فوریه سال 2020. رابط همچنان گفت وقت بایدن روی این طرح گفتگو می کرد و ضرب الاجر آن را نیز تایید کرد، باید خروج مردم از افغانستان آغاز می شود. ایجاد نیروهای ویژه لشکر منصوری در بلخ. تولونیوس. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ از ایجاد نیروهای ویژه گروه طالبان زیر نام لشکر منصوری که با ساز و برگ‌های پیشرفته‌های نظامی مجهز هستند خبر می‌دهند. عبدالحی عابد عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ می‌گوید که نیروها برای تامین امنیت شهر مزار شریف ایجاد شدند. آقای عابد گفت اینها قطعات خاص گروه طالبان شمرده می‌شوند که کندک فدایان یا لشکر منصوری گفته می‌توانیم اینها را. وای می افزاید که نیروها به گونه 24 ساعت از در مزار شریف در حال گریزنی هستند و می کشند که شبکه های آدم ربایی را شناسایی و گرفتار کنند. به گفته عابد این نیروها آموزش های ویژه نظامی را فرا گرفتند و بیشتر جنگ افزارهایشان امریکایی است. اعضای لشکر منصوری می گویند که هدفشان تامین امنیت مردم است. یک عضو لشکر منصوری گفت در آینده هیچ مشکل به وجود نخواهد آمد. هر جایی که مشکل به وجود بیاید با گروه طالبان در ارتباط شوند، انشاءالله به زودترین فرصت به محل خواهیم رسید. مقام‌های محلی بلخ هم به مردم اطمینان می‌دهند که پس از این لشکر منصوری به شبکه‌های آدمربا و دزدان مسلح فرصت و فعالیت‌های حراس افغانانه را در شهر مزار شریف نخواهد داد. زبیح‌الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ در این باره گفت نیروهای امنیتی ما در بلخ جدی کار می‌کنند تا مراکز جرم و خلافکاری‌ها و کسانی که مجرمان را حمایت می‌کنند شناسایی و آنان را گرفتار کند. آمارهای فرماندهی امنیت بلخ نشان می‌دهد که از زمان سقوط حکومت پیشین تا اکنون 176 تن به اتهام دزدی‌های مسلحانه با آدمربایی توسط طالبان بازداشت شدند. بشیر احمد قاسمی در توییترش چنین نگاشته است: فوری. برخی چهره‌ها در ترکیه شورای مقاومت ملی تشکیل کردند. استاد سیاف، صلاح‌الدین ربانی، مارشال دوستم، کریم خلیلی، یونس قانونی، محمد محقق و تا محمد نور اعضای این شورا هستند. در اعلامی آن گفته شده اگر تلاش‌های سیاسی منجر به صلح نشد، این شورا به فعالیت‌های نظامی اقدام خواهد کرد.